سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های رخ خوش آمدین. برنامه امشب ما مصاحبه هست با آقای کرامالدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان. در مورد چالش ها و دستاورد های فدراسیون فوتبال افغانستان در برنامه امشب رخ بیشتر صحبت میکنیم. آقای کریم، خیلی تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. در نخست بیاین که سوال از اینجا آغاز بکنیم که در مورد دستاورد هایی که در سال های اخیر فوتبال افغانستان داشت صحبت بکنین و همچنان عمل کرده که فدراسیون فوتبال کشور در طول این سال ها داشت چه بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از تلویزیون محترم آریانا و آریانا نیوز که تشریف آوردن و مصاحبه را ما انجام دادن تا ما چالش ها و مشکلات های فوتبال و همچنان دستاورد هاش با مردم عزیز و فوتبال دوست افغانستان شریک بسازیم. شما بهتر میفهمین بعد از رژیم طالبا در سطح عمومی در افغانستان تمام نهادهای افغانستان داخل پراگندگی و مشکلات های بودن و فوتبال افغانستان همچنین مشکلات های خود داشت. در کل ما در سطح فوتبال افغانستان هیچ چیزی بر گفتن و هیچ چیزی برای داشتن نداشتیم، یعنی به ایمانو که از دفاتر اداری گرفته تا و مسائل مالی ما تا به زمین و فوتبال و اینا هیچ چیزی وجود نداشت. ما در این مدت اگر یک به یک دستاوردار خدمتتان بگیم شاید یک لست طولانی باشه، اما خبرتان گفتم میتونیم که ما در بخش های یعنی بخش چهار بخش را براتان تشریح میکنم. ما در بخش ساخت ساز و در بخش اماکن ورزشی هم در مرکز هم در ولایات فضل خدا فوتبال افغانستان حالی همونقدر چیزی داره که به تناسب کشور ما به تناسب سایر نهادهای افغانستان ما میتونیم که ما به عنوان یک نهاد غیر دولتی و راجستر شده وزارت عدلیه افغانستان ما یک چیز داریم که برای مردم افغانستان یک گفتنی داشته باشیم و ما ادعای از ایره بکنیم که فوتبال افغانستان داره این چیزا هست و ما در ولایات مثل هرات، مزار، قندار، غسنی زمین های فوتبال یکی دو سه زمین ما جور شده، یکی دو زمین دیگه ما در حال قرارداد و ایناست. ما تا سال 2022 برنامه ما همیسته که اکثر ولایت افغانستان زیر پوشش همی پروژه گول و برنامه انکشافی فوتبال داشته باشیم که حداقل در سطح هر ولایت ما یک زمین استاندارد فوتبال هم برای لیگ‌های داخلی و هم برای لیگ‌های منطقه‌ای آماده داشته باشیم تا که ما بتونیم از لحاظ استانداردسازی هم لیگ‌های ما را استاندارد بسازیم و هم مسابقات ما را معیاری بسازیم. در بخش تکنیکی و فنی ما در رده‌های سنی تمام تیم‌های جوانان نوجوانان داریم که از 10 سال تا 23 سال در بخش بانوان در فوتسال سایلی و تیم‌های بزرگسالان تیمای ملی ما همیش ترنرها دارن، ترنرهایشان همه اگیشان دارای لیسنس سی و بی و ای هستن. یعنی کارهای بنیادی برای فوتبال افغانستان در نظر گرفته شده که در آینده های نچندان دور شما هم شاهد بودین و خواهد بودین که تیم فوتبال افغانستان یک دستاورد خوبه برای مردم افغانستان خواهد داشتن. در مرقم که جوانان ما بچه های 15 سال در تاجکستان در زون مرکز اول شدند و بچه های 16 سال ما سال این سالی که گذشت سال 2017 در سپورتو کپ مسابقات دیلی اول شدند و متاسفانه تیم کلان سالای ما نتونستند به جام ملت‌های آسیا صعود بکنن. رویم رفته خوب بودن، نتایج مسابقات ما خوب بود و
آقای گریم، در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. در قسمت زیربنا ها صحبت کردین، از ساختارها، ساخت و سازها هم نیز صحبت کردین. یک گفته هایی که خیلی وجود دارد در مربوط به غازی استودیوم هست که یکی از ورزشگاه های قدیمی و یکی از زیربنا های افغانستان در قسمت فوتبال می باشه. این غازی استودیوم مربوط فدراسیون فوتبال افغانستان میشه یا مربوط ریاست تربیت بدنی میشه؟ اگر مربوط فدراسیون فوتبال افغانستان میشه، گفته های وجود دارد که در قسمت نگهداری از زیاد توجه نمیشه، به خصوص در قسمت پنجره ها، در قسمت محیط خود غازی استودیوم. دلیلش در چی است؟ غازی استودیوم و مصوبه شورای وزیران قبلا بود، در وقت حکومت آقای کرزی، که استودیوم های درجه یک ولایت درجه یک افغانستان مربوط به فدراسیون فوتبال باشه. ما از او وقت حال روی چمن، روی چوکی های غازی استودیوم کار کردیم و لایت هایش هم حال برنامه داریم که بسازیم، منتها تعمیر کنه است، ساختمان کنه است. هر قدر که شما بخواین یک ساختمان کنه را باز دوباره ببین که هر ما گذشته دو ما گذشته میبینی یک شکست تاریخ به وجود آمده و اینا. ما در عرض مراقبت از او هم کار کردیم، منطقه اونجا یک بنام به فدراسیون فوتبال است، تمام رشته ها اونجا هستند. فدراسیون فوتبال این توانمندی را فکر نکنم که داشته باشه که، یعنی مشخصا مربوط شما نیست، تمام رشته ها میتونند تمام رشته ها اونجا کار میکنند، ولی فقط پیج و زمین فوتبال مربوط ماست که ما داخلش فوتبال میکنیم. دیگه در چهار طرف از او فدراسیون ها دفتر دارند، خود ریاست تعلیم، ریاست تربیت بدنی در تعمیر اصلیش هست، حتی لوژی که مربوط به مسابقات است، لوژ دفتر ساخته رئیس تربیت بدنی، یعنی اونجا کاملا به دسترس ما نیست. ما فقط زمین مربوط ماست که ما از او استفاده میکنیم. خب روی هم رفته، من نمیفهم که کجای شما نتانستیم حفظ مراقبت کرد، در حالی که ما در توان او را حفظ مراقبت کردیم. ما از بودجه فوتبال چوکی هایی را ساختیم، بر رخت کنایش برنامه داشتیم که بسازیم، متاسفانه گروه چند فدراسیونی در او رخت کنای از او دفتر دارد. اینا چندین بار مکتوب دادیم به تربیت بدنی، تا حالا به موافقه نرسیدیم که اونا رخت کنا رو اعلام بکنن که ما او را بسازیم. اگه کدام مسابقه با برنامه های راستا وجود داره. آقای کریم، در مورد عملکرد تیم فوتبال افغانستان هم صحبت بکنیم. یک درخشش خوبی داشتن و دوباره باز هم یک سلسله مشکلات ایجاد شده بر تیم فوتبال افغانستان که نتونستن در بیشتر از مسابقات دستاورد خوب داشته باشن. چگونه است عملکرد تیم فوتبال افغانستان و چرا ما نتونستیم دستاورد های گذشته را حفظ بکنیم؟ من با این چیز شما موافق نیستم. دستاوردهای فوتبال ما حفظ کردیم. ما در جنوب آسیا هم اول دوم که هستیم، عالی هم هستیم. اما دستاورد فوتبال افغانستان گرفتن کپ جنوب آسیا بود، اما متاسفانه دیگه تکرار نشد. تکرار شد، ما دوم شدیم در دهلی. یعنی بسیار خوب بچه ها آمدن تا مرحله نهایی را. متاسفانه با اشتباهاتی که تیم انجام داد، اول باز دوباره نتونستن اول شدن، خود دوم شدن. بر ترتیب همین پایان و بالا، طبیعت زندگی است، آدم گاهی پایان میره گاهی بالا میره. منتها ما تیم فوتبال افغانستان دستخوش یک سلسله مسائل سیاسی شد در اواخر. یعنی فوتبال افغانستان سیاسی شده از دید شما؟ نه، تیم ملی. تیم ملی افغانستان. تیم ملی. سیاسی هم دیگه کدام موضوعی نبود. ترنر تیم ملی ما خود شامل کمپاین انتخاباتی فدراسیون فوتبال کرد. با او اساس یک سلسله مشکلات ها به وجود آمد تا که ما دوباره تیم کنترل کردیم، دوباره به اصطلاح شکستگی ها و اولا را مشخص ساختیم که در کجا است. واقعا یک مرحله تیم ما پایان آمد و مردم متوقعی را که داشتن او دیگه متوقع مردم دیگه دوباره چه نشد به دست نامد. ما یک مرحله مطابق به فرمود شما ما پایان آمدیم و آل فضل خدا تیم ما دوباره جمع جور شده. مسابقات در مارس داریم در تاجکستان با کمبودیا. باز شما شاهد خود بودین که انشالله تیم دوباره همون تیم ملی ما سرپای است و انشالله که یک نتیجه خوبی رو ما در مسابقات کمبودیا داشته باشیم. بسیار خوب. آقای کریم، شما در طول 3 سال
سه مربی را از دست دادین. آقای آتوف استار آمد در فوتبال افغانستان کار خاصی نتونست انجام بده، حتی در جام مقدماتی جام ملت‌های آسیا هم نتونستیم صعود بکنیم. چرا در طول 3 سال با 3 مربی تبدیل شوم؟ متاسفانه ترنر اول ما که آقای اسلاوینگ بود، اونا مشکلات در تیم پیدا کردن، امرای بچه ها پیدا کردن، اکثریت بچه ها تیم ایلا کردن، یعنی در حدود 80% بچه های تیم ملی تیم ایلا کردن. ما مجبور شدیم با وجودی که جریمه کلان ایران پرداختیم، مجبور شدیم که آقای سلامنگ بکشیم و بجایش پیتر بیه. پیتر هم امور خم پیشتر گفتم تا نهیش در مسائل انتخابات داخل شد و در مسابقه تاجکستان که می رفتیم در اینجا با نکد با تیم نرفت تاجکستان، تیم رها کرد، خودش رها کرد. بو وقتی که از تیم برآمد او ادعا کرد که گویا ما او را کشیدیم. بالاخره در کس مو محکمه که محکمه بین المللی است عریضه کرد، دعوا کرد، دعوا را باخت در مقابل ما. یعنی گناه از او بود، گناه ما نبود کشیدن آقای پیتر. دعوا را در مقابل ما باخت و او خودش شامل اجی شد و بالاخره فیتر آوردیم. فیتر ما با کل مردم افغانستان شریک ساختیم، مطبوعات محترم همگی از استقبال کردن، اما دستاورده هایی رو گفتن، جایی که فعالیت کرده بود همه چیز مردم افغانستان بسیار به خوبی از استقبال کرد. یا آمد در تیم، وقتی که تیم در تیم آمد، تیم همون وقتی بود که بیشتر گفتم که یک سال موضوعات تیم پایان آورده بود. این بیچاره فیتسر همی به صلاح دستخوش همی مشکلات های درونی خود ما شد تا که پس دوباره این شناخت پیدا کرده تیم و تیم پس در کلام که از آقای کریم انتقاد های زیادم که آقای فیستر هست در مورد سنسارشان هست، بس در مورد تجربه اینا نیست. گفتم میشه که وقتی تیم خراب باشه، یک تیم قوی بسیار زیاد داشته باشیم، یک مربی حداقل جوانتر باید باشه که اونا بتونن تمرینات را که بر تیم فوتبال میتن حداقل بتونن اون تمرینات را بر ازنا داده بتونن. بحث سنسار آقای فیستر هست و میگه از توانایی خاص برخوردار نیستن که حداقل بتونن در زمین تمرین برن و عملا کار بکنن با بازیکنان. نه او تو خود نیست که بیخی از پامانده نیستند. او تجربهشان بچه بسیار جوان همراهشان انوش دستگیر از خود ما هست که او لیسانس اروپا را داره. بر ترتیب فیتسر 1 ساله قد ما قرارداد داره، قراردادش در آخرای مارچ با ما تمام میشه. اگر قرار باشه که ما ببینیم که واقعا نه دیگه توانمندی چیز نداره، ترنر نداره، چرا نه ما یک ترنر جوان دیگر ان شاءالله پیدا خود کردیم. اما در حضورشان تجربه خوبی نداشتیم. بله، در یک سال حضور آقای فستر در یک سال ما امو چانسام یاری نکرد بر از اونا و نتونست که او امو چیزی که مردم افغانستان توقع داره پدس بیاره. 6 فصل است که لیگ برتر افغانستان برگزار میشه. انتقادهایی وجود داره که به عنوان یک لیگ برگزار نمیشه، چون لیگ یک پروسه بسیار طولانی است که باید کار بکنن و ورزشکارش استراحت نداره. اما این به صورت یک تورنمنت میگه برگزار میشه، 2 ماه برگزار میشه و 10 ماه دیگه بازیکن استراحت میکنه. و دلیل اصلی هم که این بازیکنان میگن نمیتونن در ترکیب اصلی تیم ملی جای خود پیدا بکنن همین مشکل است. دلیلش در چی است آقای کریم؟ ما بالاخره به ساختن یک لیگ از یک جای آغاز میکردیم. نمیشد که ما به عنوان یک کشور انتظار میبودیم که تا ما همه همون استانداردها رو میداشتیم با لیگ خود آغاز میکردیم. ما یک قراردادی که با سایر اسپانسرهایی که در فوتبال افغانستان داشتیم شروع کردیم، همی لیگره که شما تورنمنت میگینش و ایمی لیگ ما را فیفا و ایف سی به عنوان لیگ قبول کردن و تحت شرایط قبول کردن. کدام شرایط؟ شرایطی رو قبول کردن که ما بر از اونها یک برنامه نو ساله خود بر فیفا و ایف سی دادیم که ما در 9 سال این کارا رو انجام میدیم. از لحاظ زمین ها ما در 7 زون خود زمین های استاندارد میسازیم. ما تا سال 9 کلاب ها رو به فروش میرسانیم، شن شخصی میشن کلاب ها و عمومی آرای ای اف سی و فیفا که در کلاب
و بودن یک کلاب همیشه باید ما تکمیل بکنیم تا سال نوم. و در سال نوم لیگ برتر باید ما لیگ به شکل لیگ سراسری یا لیگ ملی افغانستان به شکل رفت برگشت بین امی 8 تیم برگزار کنیم. این تعهد ما برای فیفا و برای اف سی است و ما مجبور هستیم این تعهد خود عملی کنیم. در غیر از او این لیگ ما را امرقم که شما گفتین تورنمنت، یک تورنمنت هم شاید نشناسند، یک مسابقه فوتبال فکرش کنند. و دیگه ما امو هدفی را که تعیین کردیم اینه در هدف خود ناکام میمونیم. ما تا حالا چی کارا کردیم؟ یکی از کارهایی که ساختن زمین از ما، زمین هرات، زمین مزار، زمین قندار، زمین غزنی، یعنی و کابل، 5 ولایت ساختیم. فقط مانده زون شمال شرق ما که موجه هموسته و زون مرکز که یا پنشیر یا پروان، هر جایی که با ما اسناد بتانند آماده کنند، اسناد زمین را تهیه بکنند تا فیفا او را عملی بکنه و جلال آباد که زمین جلال آباد به احتمال زیاد ما از طریق اسپانسر و انشالله کارش انجام میتیم. ما دو زمین یا سه زمین، یکی زون مرکز و یکی هم شمال شرق و جلال آباد که کارش انشالله تکمیل است. ما اگر به مجرد که اینمی 8 زمین خود آماده بکنیم از لحاظ استاندارد که زمین دو فوتبال شود، تماشاچی داشته باشه، جای خبرنگاراش درست باشه، جای تماشاچی های وی آی پیش همش درست باشه که ما این مسابقات لیگ خود را سراسری کنیم. یک چیزی که ما را کمک که به دست ما نیست مسئله امنیت است. امنیت هم امنیت شهرها و راه است. اگر ما این مسابقات هوایی را اندازی کنیم، یعنی از طریق هوا پلیرهای ما رفت آمد کنند، شاید خیلی گران تمام شده بر ما و لیگ نتانه از این را پرداخته. ما تنها در جلال آباد ببخشید در هرات و قندهار هوایی شاید رفت آمد شود که امی هم شاید یک از این زیاد باشه از لحاظ عملی. و دیگه ولایت ما خدا کنه که تا وقت مسائل شرایط درستر باشه که بازیکنهای ما بتانند برند از این ولایت به اون ولایت به مسابقات که سرلیک چیز کم تر به هزینه کم به بتانه دیگه انجام بده. دیگه ما به سال نوم بخیر برنامه داریم مطابق به تعهداتی که امروز فیفا کردیم که ما لیگ خود سراسری بسازیم. سپاسگزارم. وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. آقای کریم، شما از میرسازی لیگ برتر افغانستان صحبت کردین. در طول سالهای گذشت ما یک نماینده در لیگ آسیایی نداشتیم، با وجود که شاهین آسمایی آمد قهرمان شد در لیگ برتر افغانستان، اما بنابر از اینکه امون میارها را نتانست پوره بکنه، ما نتانستیم که در مسابقات آسیایی اشتراک بکنیم. میشه که بگوین که مشکلات در کجا بود و ما چرا نتانستیم که امون میارهایی را که به خاطر اشتراک در مسابقات آسیایی بود نتانستیم امون میارها را ما داشته باشیم؟ مشکلات این بود که اونا 10-15 ماده برای ساختن یک کلاب پیشنهاد دارن، یه اف سی فیفا. یکی از ماده هایش همیست که کلاب باید شخصی باشه، یعنی کلاب از شکل مرکزی که مربوط فدراسیون است فعلا این باید شخصی شود، یک کسی را بخره و شخصی شود. دو، با بازیکن ها باید قرارداد داشته باشند، زمین معیاری داشته باشند، ترنر داشته باشه، رئیس تیم باشه، منیجر باشه، دکتر باشه، کمیشنرش باشه. یعنی چیزهای زیادی هست که توان افغانستان فعلا از لحاظ بودجه این مشکلات وجود داره. از لحاظ بودجه مشکلات شخصی هم هست، نه ای که به فدراسیون بده. مثلا در مجموع اقتصاد افغانستان فعلا طوری است که یک سرمایه گذار نمیتونه امی تیم بخره و امی چیزهایی که فیفا میخواه همون چیزا را عملی بکنه. راهکار فدراسیون فوتبال افغانستان چی بوده؟ اینا چقدر تلاش کردن که یک کار را با راهکارهای را اینا یا طرحهای را پیشنهاد بکنن که حداقل بتونن امی میارها را اینا بتونن پورا بسازن؟ ما فقط یک اون رایی که داریم همین است که تا سال نوم ما بتانیم امی تیما را به فروش برسانیم، ما سکتور خصوصی را پایش داخل بسازیم و اینا ای تیما را بگیرن
و این تعهد داشته باشن که تیم خود را بسازند و این فرهنگ به وجود بیه که یک تیم وقتی که مصرف میکنه سر امو شکل عوایدش درآمدایشم پیدا بکنند و تنها فوتبال و داشتن تیم مصرف نباشه، هم مصرف باشه هم عاید داشته باشه، علاقمند شه یک افراد اشخاص که امی هشت تیم لیگ برتر ما را خریداری بکنند و امو میارا آماده شوه که تا خدا بخواه ما از این چند سال دیگه چه نشیم نه به اصطلاح محروم نشیم و بتنی میاره رو پورا بکنن. آقای کریم، در شروع لیگ برتر چهره های بسیار خوب پیدا شد، ولی گفته های وجود داره که نتونستن فدراسیون فوتبال افغانستان از همین چهره ها را رشد بدن و همین چهره ها را بتونن که یک چهره های بسازن که حداقل در ترکیب تیم ملی افغانستان بتونن که خیلی خوب بازی بکنن، تا اینکه منتظر باشیم که یک بازیکن از خارج بیاد تیم ملی افغانستان فوتبال بازی بکنه در بازی های ملی. شما بهتر میفهمین فوتبال فعلا یک علم است در دنیا، فوتبال تنها تو بازی نیست که پیش پای پرتن بدونن. اون شما میدونین که سرمایه‌گذاری هایی که در فوتبال در دنیا میشه خیلی سرمایه کلان از این میشه. ما تازه چند نفر ترنر داریم که لیسانس ای داره. وقتی که ما معلمین خوب نداشته باشیم چطور یک بازیکن خوب میتونیم داشته باشیم؟ ما تا وقتی که یک لیگ خوب نداشته باشیم چطور میتونیم ما یک بازیکن خوب داشته باشیم؟ شما مثلا پیشتر گفتین که در ده ماه دو ماهشه شما فوتبال دارین، ده ماهشه خواب هستین. وقتی که یک بازیکن دو ماه مسابقه داشته باشه، ده ماه دیگه خواب باشه، شما از اون بازیکن چی میسازین؟ اما چرا زمینه باید برش ایجاد شوه آقای کریم؟ خب چرا برنامه باید برش نباشه که ایجاد شوه و برنامه باشه یک حرف هسته و گپای عملی که ما بخوایم انجام بدیم این یک بحث دیگه است. بحث دیگه گپ عملی ما ایسته که این ظرفیت های ما اینه قدر است افغانستان. ما نمیتونیم که ما بگیم ما لیگ ما لیگ انگلیس است، ما نمیتونیم بگیم که لیگ ما لیگ آلمان است یا لیگ ایران است. این نظر کنم ظرفیت های موجود حاصلش هم همین است. ما بسیار توانمندی ما پایان است. ما از هر لحاظ، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ فنی، از لحاظ اقتصادی هنوز ما ضریب صفر هستیم، هیچ کدام چیزی به گفتن نداریم. ما بسیار کوشش کردیم ظرف چند سال تانستیم که 15-20 نفر ترنر لیسانس ای داشته باشیم، دالی که کشورهای همسایه ما اینمی تاجکستانی که به نظر مردم خیلی ظرفیتش پایان میخوره، امی تاجکستان به صدها و هزاران نفر لیسانس ای دارد ترنر. مرد افغانستان نبوده، گناه من نیسته، گناه فوتبال هم نیسته، جنگ بوده، مشکلات بوده. اما 14 سال با پشت سر گذاشتندیم. بله، ما مشکلات به گردن کسی نمیندازیم، منتها زمینه مساعد نبوده که اینجا همی روند پیش برود تا ما از دیگه دنیا پس نمانیم. ما فعلا خیلی عقب ماندیم، از کاروان عقب ماندیم. دیگه دنیا رفته، خیلی پیش رفته، ما تعقیب میکنیم، میدویم که هیچ اصلا رسیده نمیتونیم. مشکلات ما زیاد است، ما نمیتونیم بگیم که ما مشکل نداریم. همیاله ما مشکل ما با دولت همیال حل شدگی نیست. هر روز میبینی مثلا بس انتخابات ما شد و کلیسای محترم پارلمان با صد تا موتر زره و تانگ و تیاره و توپ آمدن سر فدراسیون فوتبال، قریب یک حادثه و یک جنگ شده. فدراسیون در افغانستان رفته سیاسی شده دیگه، بخصوص فدراسیون فوتبال افغانستان. ما دیشته که هنوز ما تا حالی امیر نفهمیدیم که امی فوتبال کدام نهاد دولتی است، غیر دولتی است، اینجا چه رقم باید بره، این وکیل صاحب در کجا باید بره، چه رقم باید بره. وکیل پارلمان یک نهاد قانونگذار ما که حمله کنه سر فوتبال، دیگه ما چی دیگه توقع داریم از این فوتبال و از این روند و از این گپ؟ به هر ترتیب ما یعنی مداخله وجود داره در کار فدراسیون فوتبال افغانستان. بس حکومت را هم شما بهش اشاره کردین که در بسیاری از کشورها بیشترین سرمایه گذاری روی فوتبال میشه، چون بازی فوتبال یکی از پربینترین مسابقات در تمام جهان است و هیچ کسی نمیتونه رد بکنه. حکومت را هم گفته میشه که همکاری بیشتر نداره و اگر همکاری هم داشته باشه یک بحث دوگانه هم به وجود میاد که در بعضی بسیاری موارد سرمایه گذاری میشه و در بسیاری موارد سرمایه گذاری نمیشه. شما مشوره کردین که دخیل از دستای هم که نمیگذاره فدراسیون فوتبال افغانستان رشد بکنه. حتی گفته میشه که بودجه شما هم پرداخته نشده در طول سالهای اخیر. چرا حکومت به سرمایه گذاری نکنه روی فوتبال افغانستان؟
بسیار سوال جالبی شما گفتین و سوالی که اینمی سوال شما به درد اینمی مردم به درد این فوتبال افغانستان میخوره و اینمی پاسخه همه اینمی چرامره و بگونگواره خود سوال شما میته چرا حکومت افغانستان فوتبال افغانستان حمایت نکنه؟ این سوال است که بسیار یک سوال بسیار مهم است چرا حکومت افغانستان فوتبال افغانستان حمایت نمیکنه؟ ما خودم هم نمیفهم ما کدام چیز را این فوتبال در افغانستان یا فوتبال افغانستان هم ما اختراع نکردیم فوتبال در دنیا فوتبال است کل دنیا همزمان هم رنگ هم رقم فوتبال میشه و همگی در او دخیل هستند کل کشورها را ببین که سرمایه گذاری های میلیارد دلاری را روی ورزش خود انجام میده میشه که مثل افغانستان نته میشه که مثل این کشور ما را باری کل سرمایه ورزش یک مملکت 80 میلیون افغانی باشه کل سرمایه ورزش یک کشور 80 میلیون افغانی باشه دالی که یک نیماره یک بازیکن کلاب ریال مادرید میخواه بخره 380 میلیون برش قیمت گذاری کردن میلیون دلار قیمت گذاری کردن این تفاوت ها دیگه ما را به کجا میرسونه ما را به کجا میبره بحث دیگه آقای کریم این است که مسئولان بلند رتبه اکثرا زمانی که ما تیم فوتبال ما میرن قهرمانی میرن با توجه به مشکلات شما بهش اشاره کردن که بودجه کافی ندارن پول کافی ندارن سرمایه گذاری درست نمیشه دستای هم دخیل هست اما در صف اول میرن کف میزنن فکر نمیکنین که باید اینا برنامه هم داشته باشن حمایت بکنن از فوتبال و حداقل سرمایه گذاری بکنن که ما یک فوتبال معیاری داشته باشیم حالا گذشته از تیم ایران و ژاپن که حرف اول در میزنن اما برابر هند مالدیو یا تاجیکستان ما بتونیم فوتبال بکنیم بله دقیق بازم سوال شما سوالتون جواب است دوستای ما هستند وقتی که تیم نتیجه میگیرد بسیار توقع دارند که از او یک استفاده بسیار خوب به نفع خودشان بکنند ما دمی حکومت که وحدت ملی نامش هست یک کس به نام آقای خیری آمد رئیس تربیت بدنی افغانستان شد یک آدم بی‌مسلک یک آدم خائن یک آدم دزد چراغ بده است به خدا به اندازه ای برای ورزش افغانستان خیانت کرد و به اندازه ورزش افغانستان دچار بحران کرد که اصلا ما نمیفهمیم که حال دیگه ما چطور بتونیم همه ای را جبران کنیم به طور مثال دو سال ای آدم ایجا رئیس تربیت بدنی بود عصری یک طفل که 10 سال ما که اینجا میاد تمرین میکنه عصری دور بند کرد یک دختر ما که به یک مسابقه میره سفری از او را بند کرد کرایه از او را بند کرد شما این سوال از ما بکنین که تو در 2 سال چطور تانستی؟ ما پار سال 64 مسابقه خارجی انجام دادیم این سوال بکنین که توی 64 مسابقه را پولش از کجا کردی؟ یارا چطور روان کردی؟ لباسشان چطور کردی؟ نانشان چطور کردی؟ آوشان چطور کردی؟ چطور روان کردی؟ چطور رفتن؟ چطور آمدن؟ که جسون است که بالاخره راه حل برش پیدا بکنه. من مجبور هستم این کار باید بکنم. مجبور هستم. مگر یک نفر پیدا نشد دمی حکومت دمی حکومت افغانستان که همی آدم قلدره همی آدم بی مسلک پرسان بکنه که خب اگر تو کدام بحث سیاسی داری بحث کدام گپ دیگه داری امی یک تا سیاسر یا یک تا طفل امی افغانستان گناه چیست که تو از چه و پول همه چیز شد بند آقای خیری اینجا نیستن که از خودشان دفاع بکنن آقای کریم شما مسندم ارائه کردین حتما در این بار مسندم دارین که اگر آقای خیری بخواین خدمتشون ارائه بکنین در بحث دیگر بیایم در مورد انتخابات فدراسیون هم صحبت بکنیم چرا انتخابات برگزار نمیشه آقای کریم انتخابات برگزار شده بود انتخابات ما دیگه همه آمادگی ها رو بر انتخابات گرفته بودیم پیشتر خدمتتون گفتم اون وکیل صاحبه که آمدن در انتخابات مداخله کردن نهایت فیفا آمد انتخابات به تعویق انداخت گزارش جمع کرد رفت گزارش خود به فیفا داد فعلا محکمه روی دو کار میکنه ما منتظر هستیم که محکمه فیفا چی میکنه اما خیلی هم انتقاد وجود داره که انتخابات هم که برگزار شده انتخابات مطابق قوانین نبوده در روز جمعه برگزار شده و اکثر کسا وجود نداشتن که در انتخابات شرکت بکنن چه وقت تال انتخابات برگزار نشده؟ انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان انتخابات قرار بود برگزار شود که وکیل صاحبا مداخله کردن انتخابات به تعویق افتاد تال انتخابات برگزار نشده منتظر نظر هیئت فیفا هستیم
بعد از نظر از اونا انتخابات بله. فدراسیون بله. برگزار میشه و بله هر بله قسم بله تعیین شو تعیین میشه. در قسمت فوتبال فوتسال ساحلی، در قسمت بانوان و همچنان در قسمت فدراسیون فوتبال دستاورده بسیار خوبی داشتیم، و خصوص در فوتسال و در فوتبال ساحلی. برنامه چی است که امی دستاوردها نگاه شوند و بتانیم که بیشتر رشد بدیم امی دو بخشه؟ امر قبلی که پیشتر خدمتتون گفتم، امی رشد دادن راهش معلوم است که حمایت حکومت است، حمایت سکتور خصوصی است، حمایت فدراسیون فوتبال است. یک حمایت سه جانبه میتونه امی رشد سریع کنه یا کند کنه. اگر دو تا حمایتش نداشته باشیم، سکتور خصوصی و دولت تنها فدراسیون، اونم رقم شاید قدم های بسیار آرام آرام ما دیگه توقع زیر نداشته باشیم که ما به اون شکلی که توقع داره مردم ما رشد بکنیم. اگر حکومت حمایت بکنه، سکتور خصوصی ما را حمایت بکنه، باز او وقت ما میتونیم که امور رقمی که مردم توقع داره و برشان ما کار انجام بدیم. بر ترتیب اگر کسی کمک بکنه نگونه، ما مجبور هستیم لنگان لنگان همی کاروان پیش ببریم تا مثل که تاال پیش بردیم. فوتبال ساحلی یا فوتبال فوتسال ما کدام چیزی نیست که به شکل اوتوماتیک تاال پیش رفته و آل ما مسئولیت پیدا کنیم که از این باتا ما رو روش میتیم نمیتیم در قسمت تقویتش. ما اینمی تو آمدیم تا اینجرا آمدیم، نشان دادیم برای افغانستان، برای حکومت، برای مردم، برای سکتور خصوصی که اینجا پتانسیل وجود داره، اینجا اینمی استعدادا وجود داره، اینجا یک جایی است که ما میتونیم برای وطن ما، برای کشور ما کار انجام بدیم. اگر توجه صورت بگیره، من فکر میکنم دیگه چه مشکل داریم، مشکل چی است. در قسمتی که فدراسیون فوتبال افغانستان خوب پیش آمده هیچ شک نیست. ما در سال 2013 بردیم، قهرمان جنوب آسیا شدیم، دستاورده خیلی خوبی داشتیم. اما بحث کلانی است که آقای کریم که ما نمیتونیم این دستاورده رو نگاه کنیم. در یک سطح میایم خیلی خوب بازی میکنیم، دستاورد میاریم، ولی در کنارش نمیتونیم اینو تکرار بکنیم این دستاوردها را. یعنی برنامه باید باشه که دیگه ما اگر میایم میبریم، حداقل در یک لیول بالاتر دیگه بریم بازی بکنیم، نه پایینتر. همین لیول ما دیگه کدام مشکل نداریم. ما همین پلیرای ما هیچ درآمد ندارن. این درآمد غیر فوتبالی هم ندارن. نه همین یک بازیکن از یا محصل پانتون از یا متعلم است یا بیکار از خانه. این نه کدام درآمد غیر فوتبالی داره و نه یک درآمد فوتبالی داره. اینمی بچه مجبور است که بعد از چاشت بیاید فوتبال کنه، پیش از چاشت بره کار کنه. خودت از چه توقع داری؟ و ما هم نمیتونیم که برای زمین حداقل ماهانه 500 200 300 دلار معاش بدیم، همین به شکل دوامدار بیاید در کنج زمین فوتبال هر روز با ترنر خود تمرین کنه که امید دستاورد خود داشته باشه. بر ما بسیار سخت است که ما چه رقم مثلا شما به ما به مثلا طرف مقابل ما باشین پرسان بکنیم از شما که همین یک بازیکن که ما برش 100 دلار نمیتونیم داده پیدا کرده نمیتونیم، حکومت هم نمیته، سکتور خصوصی هم نمیته، دیگه کدام منبع هم نداریم. از او چه رقم توقع بکنیم که او سال از 12 ما در خدمت فوتبال باشه؟ او بیچاره یک روز فوتبال میکنه، یک روز کار میکنه، یک روز فوتبال میکنه، یک روز میره غریبی دیگر میکنه. ما ایت فوتبال ها رای داریم. هم یک بچه که شما معرفی هستین به نامش ازمره سالنگی، کشمش هاو فروشی میکنه در شار نو. از اینجا خلاص میشه، از تمرین، از مسابقه میره در اونجا کشمش هاو میفروشه. آیا یک بازیکن تیم ملی را می رقم ما توقعش داشته باشیم که برای کشمش هاو بفروشه و ما نتانیم برای از او 100 دلار برش از یک مدرک یک معاش بتیم یک امکانات آماده کنیم؟ این وظیفه ما هسته. مگر وظیفه ما امیتور است که ما دیگه از کجا بکنیم؟ اگر ما اینجا کدام چیز داشته باشیم که نکنیم، باز او وقت ملامت هستیم که تو داری چرا نمی کنی؟ وقتی که نباشه، وقتی که حکومت حمایت نکنه، وقتی که سکتور خصوصی حمایت نکنه، یک مدرکش موجود نباشه، دیگه خود ما امکانش نیست که ما دیگه ادعا کنیم که والا تیم ملی ما چی میکنه، تیم دیگه ما چی میکنه. حالا تیم ملی کلاپشون درآمد نداره، در تیم ملی ای درآمد نداره، نه یک روپه نیست، و توقع هم داریم که 24 ساعت در خدمت فوتبال باشه. همین مشکل فامیل رو که رفع میکنه. پس با این وضعیت دیگه چه توقع میتونیم که یک فوتبال خوب داشته باشیم در آینده؟ من بودم دستاورد هم داشته باشیم. من چیز نیستم، خوشبین به این نیستم. ما یک توقع کاذب از فوتبال افغانستان داریم.
یک توقع ناخ داریم که ما برایم ایران ببریم، تاجکستان ببریم. از چه نگاه تو خود مقایسه کرده میتونی که از این کشورا؟ هیچ، ما تناسب نداریم. این می یک افغانا بیچارا که میروند، یک مثلا نمیشون میرین هند میبرین، کجای تون به هند برابر است؟ غیر فوتبال در دیگه ارسا با کجای هند خود برابر میکنی؟ ما چرا ببریم هندستان؟ دلیل بردن ما چیست؟ از لحاظ نفوذ، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ همی افغانا فقط بیچارا به مو غیرت افغانی که دارن میرن موجه خود به مرگ میتن، در کشتن میتن، یک نتیجه میگیرن. ماش میتیم شان نه، پول مصرف میکنیم نه، کس توجه میکنه وقتی که برد ما میاد هر گفت شما هر کس علا بیا که گرد میز ما چک چک کنم افغانستان قهرمان شده. خب افغانستان قهرمان شده، حالا این حمایتش که قهرمانی خود حفظ بکنه، حمایت چی هسته؟ حمایت خو یک لغت خالی نیسته که حمایت همی ملف همی کفایت کنه برای حمایت خوب زمینه داره. زمینه شمیز که چی نوع حمایت میکنی؟ اقتصادی، حمایت معنوی، یک چیز خوب بگو میکنم. بالای از اینکه بالای از این مشکلات ها، از این کارا، بالای از این اجراءات دوگانه هم صورت میگیره. در بخش دیگر ببین خوب کمک میکنن، هر چیز میتن، هر کار انجام میتن، دیگه میکنن. یعنی یک دوگانگی وجود داره؟ بله، چرا نداره؟ و کم توجهی نسبت به فوتبال افغانستان؟ بله، 100% دوگانگی وجود داره. ما دو سال است تمام چیز سر ما خیری قطع کرده. یک روز حکومت افغانستان، هزار بار در مطبوعات برامدیم، گپ زدیم، یک روز به عنوان حکومت، به عنوان سارنوال، به عنوان قاضی، یک کس نامد که بودجه ملی را کی حق بند کردن شداره؟ یک بحث میبینم به انتخابات، میگن تا زمان که انتخابات برگزار نشه بحث بودجه پیش است. این غلط است. به انتخابات یک بچه هر کجا تمرین میکنه 50 افغانی در یک روز بر از او یک اسره داره که در هفته 3 روز برش میته، جمعه و پنجشنبه رام نمیته و در نهایتش در یک ماه 1000 افغانی میشه. همین به بس انتخابات چه ارتباط داره؟ همین هر کسی که رئیس باشه خامو اون بچه طفل مردم که موجه اسره میگیره همو 1000 افغانی رو برش میگیره. این به انتخابات چه ارتباط داره؟ سپاسگزارم. وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. پایدامه برنامه رو خوش آمدین. صحبت های بیشتر داریم در مورد فدراسیون فوتبال افغانستان و همطور هم که آقای کریم در مورد چالش ها صحبت کردن و از عدم حمایت حکومت و بعضی نهادهایی که در ایراستا مسئول هستن. آقای کریم، بریم در مورد بانوان هم صحبت بکنیم. در قسمت بانوان چقدر توجه صورت گرفته که ما بتونیم یک تیم بانوان خوب هم داشته باشیم در فوتبال افغانستان؟ دقیقا ما با گفته‌های قبلی خود میگردم، ما از یک لیگ میاری و از یک مسابقات میاری ما یک تیم میاری میتونیم انتخاب بکنیم. امروز تیم بانوان افغانستان اونمو تیمی است که یک 20 نفر خانواده افغانستان اجازه داده که دختراشون فوتبال بکنه. این تیم ما یک تیم میاری و انتخابی نیست که ما از میان یک لیگ میاری ما 20 نفر دخترای میاری را گرفتیم و آمدیم به مسابقات. فقط 20 تا فامیل اجازه داده دخترای خود که فوتبال میکنن. اگر 21 تا می بود 21 دختر فوتبال میکرد. یعنی ما مشکلات مثل بخش مردان مشکلات بانوان داریم. به علاوه از اینکه ما امو فوکس زیاد فدراسیون فوتبال روی این کمیته داره، از هر لحاظ امکانات برای از اینا آماده ساخته، از لحاظ زمین، از لحاظ تمرین، از لحاظ جای کمیته، همه چیز برایشان آماده کردیم. متاسفانه ظرفیت ها در سطح عمومی پایان است. در سطح عمومی امی چیز وجود نداره، امی گنجایش وجود نداره. ما مثلا در اکثر ولایات کمیته بانوان نداریم، در اکثرش 4-5 ولایت ما کمیته بانوان فعال است، دیگه جایش فعال نیست یا ناامنیست یا مشکلات است. مثلا در یک از ولایات چند روز پیش یک سیمینار گرفته بودیم، و دخترها پیش یک گروپ از بچه های مدرسه و اینا پشت سرشان
به بسیار مشکل تانستند مسئولین ولایتی ما که او سیمینار دایر کنند و دیگه این مشکلات تست ولایت نظام مدید سنتی نسبت به کار فوتبال با ما وجود داره. دیگه ما تیم ملی ما تیم ملی بانوان در سطح یک تیم داریم که در بین کشورها نگویند که افغانستان دستخوش خشونت شده و هیچ چیزی در بخش بانوان ندارند. ما در سطح یک تیم داریم. ما به هیچ وجه ادعا کردن نمیتونیم که تیم ملی ما یک تیم استاندارد. چند روز پیش داوردن آمدن، چند تا دختر رو از خارج و داخل جمع کردیم به عنوان تیم ملی. او هم کنجا آمدن در داوردن. ما برای مسئولین ندایت داده بودم که تمامی همو رو رسم رواجای افغانی رو باید دخترهای ما مراعات بکنند. متاسفانه مراعات نکردند. کمی فیسبوکی شد و کمی مردم آزردام شد که چرا دخترهای افغانستان با این لباس برآمدند. خب یک دختر در امریکا کلان شده، اصلا او به او معلوم نیست، نمیفهمه که رسم رواج وطن ما چی است و چه رقم است. نادیده گرفتند این مسئله را. ما از مردم افغانستان بخشش میخواهیم که اینا اگر باعث آزردگی کسی شده باشند دیگه. خب به هر ترتیب تیم ملی ما دمی حد است و وقت شمی است. بسیار خوب. تیم 16 سال افغانستان برای اولین بار در جمع 16 تیم برتر آسیا شد. برنامه بعدی چی است برای تیم 16 سال آقای کریم؟ ما برنامه های ترنینگ کمپ خارجی برشان گرفتیم. فعلا زیر نظر خود ما هستن. در لحاظ لباس، توپ، امکانات، همه چیز اختیارشان میتیم. همیشه خبرگیرشان هستیم. مسئولین فنی ما، معاون فنی، دایرکتر تکنیکی همیشه تاکید میکنیم که تیم مواظب باشند، بچه‌ها را ببینند، خبرگیر باشند. هنوز وقت تر است که ما روی قرنطین و یاشون فکر کنیم. دیگه انشالله همی که یک کنیم و به مسابقاتشان بانه، باز اینا را ما همو بازی های تدارکاتی برشان انجام خواد دادیم و قرنطین خود کردیم. شانده یکی از کشورها احتمالا در قطر شاید قرنطین کنیم شما یک مدتی را و از اموجه برند و مسابقات. تا چیزی که توانمندی داشته باشیم، اما هر قدری که توانمندی داشته باشیم مجبور هستیم که ما روی ازیا انجام بتیم، به خاطر که اینه برای اولین بار ما در یک مسابقات روبرو میشیم. حداقل امیدوار هستم که یا بتانند هم رقم که پیش آمدند خوب پیش بروند. بسیار خوب. آقای کریم، یک تاجه که شما هم در جریان هستین، هر ماه فیفا یک رده‌بندی را شریک می سازد که کدام در مورد تیم ها و بیشتر از این رده‌بندی هم برمیگرده به مسابقات دوستانه که تیم ها برگزار می کنند. مشکل کلانی که بیشتر روش انتقاد صورت میگیره است که هیچ مسابقه دوستانه صورت نمیگیره و این هم باعث شده که ما نتونیم در رده‌بندی فیفا جایگاه خود پیدا بکنیم. چرا این گونه باید باشه و چه مشکلات وجود داره که ما نمیتونیم مسابقات دوستانه رو برگزار کنیم؟ او هم مسابقات دوستانه هم که نمیتونیم، کم بود بودجه و مشکلات پولی ماست. ما یک مسابقه را که میخواییم دایر کنیم، این بچه ها را که جمع میکنیم از اروپا و از افغانستان، ترنینگ هم میگیریم یا را جمع میکنیم، حداقل یک لک دلار مصرف میشه. حداقل یک لک دلار مصرف میشه. مسابقه دوستانه هم که باشه همقدر یا کمتر از او مصرف میشه. خوب گیریم یک لک نه 70,000 خوب حتما مصرف میشه. از کجا؟ بینیم این مسابقات بر ما فیفا نمیته، اف سی هم نمیته، این رقم مسابقات دوستانه اینا را پول بده که شما برین بگیرین. و اسپانسر ما هم کسی که هسته اونا هم شاید اگه ما این مسابقات دوستانه را زیاد بگیریم از مسابقات رسمی خسته نشوند. ما میترسیم هم مسابقات رسمی را قد اسپانسر گم میدونیم، مسابقات دوستانه هم تو میمونه. عواید به شکلی که وجود داره، به شکلی که وجود داشته باشه نداره. مثلا هیچ مدرک عایداتی در فوتبال افغانستان نیست. یک لیگ برتر از گذشته سال دیگه سال دیگه 10 افغانی از 15 افغانی از 20 افغانی از چیز میگیرن، تیکت میگیرن که او رو کل شکل حساب بکنی 50,000 دلار نمیشه، کل شکل حساب بکنی 30,000 دلار نمیشه. دیگه هیچ نوع عوایدی وجود نداره. یعنی بحث کلان بحث بودجه است. ما مشکل بودجه داریم. ما تا وقتی که لیگای ما لیگ ملی نشد، لیگای ما استاندارد نشد، ترانسفر بازیکن‌ها به وجود نبیاید، خرید و فروش بازیکن به وجود نبیاید، عواید ما بالا نرود، ما خودکفا نشویم، ما
ما صاحب بودیجه نشویم، یعنی مشکلات داریم، یعنی ما قد مشکل بخور نمیر دست گریوان هستیم. ما ایتو نیست که ما کدام چیز داشته باشیم که آل دیگه مسابقات دوستانه یاد ما بیاید و مسابقات یاد ما. به ما میگم خدا مسابقه رزمی تاجیکستان دارم، به این پیسه پیدا میشه نمیشه. خیر ببینه حالا تلویزیون شما چه نمیکنه، پالیسیشان چه نیست که نام بگیرم. اگر همون یک کمپنی خارجی نباشه، هم کمپنی داخلی که ما را حمایت میکنه، اگر همون نباشه، ما همین مسابقات رسمی تیم ملی را هم گرفته نمیتونیم. ما در میدان میمونیم کاملا. بحث کلان که متوجه فدراسیون فوتبال سن افغانستان است، ایس اقای کریم، که زمانی که یک برنامه برگزار میشه، یک صحبت میشه، انتقاد میشه، از بودجه صحبت میشه، اما طرح عملی هم میگه اینا با خودشان به حکومت هم ندارن، که دقل با حکومت بشنن، با مسئولین بشنن، صحبت بکنن، بگن ما مشکل داریم در مورد بودجه، مشکل داریم در مورد حمایت، مشکل داریم، و کار عملی شما چی است؟ تا حال شما برنامه داشتین که با حکومت شریک بسازین؟ با پاسخ حکومت چی بوده در قبال مشکلات شما؟ حکومت خوب بیچاره که مشکلات خودش داره، که گپای ما رو چی بشنوه؟ گپای کلان افغانستان که شنیده میتونن که گپ فوتبال بشنوند. ما با کدام حکومت؟ نماینده حکومت آقای خیری است که پیشتر شما گفتین که دیگه نامش نگی جا تلویزیون خودش به جواب بده، چون بحثی است که خودش نیستن تا سخش رو بکنن. من منظور من است که ما میتو میگیم که مو بازر شود یک میز بیا قد ما بشینه گپ بزنه، که ما برش بگویم که تو چی کردی. نماینده حکومت امور نماینده تعیین کرده که تو این مشکلات از یاره ببین، مشکلات ورزشکارا رو شما خاطر مستقیما با حکومت صحبت نکردید. بله، این وظیفه همون است. مونتا یک موضوع را خدمتتان میگیم، میشه که نباشه فوتبال، میشه که ورزش نباشه. اگر مثلا نمی بسیار یک بحث مغلق است که دولت اجرای ازیر پیدا کرده نمیتونه، چرا میتونه میشه که نباشه؟ یعنی به اندازه وضعیت فوتبال افغانستان؟ بله از این شکل حتی دیگه حتی نباشه خوب است. هیچ دروازه شب بسته بکنه اینجا را هیچ چیز بسازند. این قطعه نظامی بود حالا از اوقاف آورده در پالی ما، اینجا را یک تبلیغی آزاد شده نمو را بیاره در اینجا بجای کنه. امیدوار هستیم که مشکلات حل شوه و حکومت هم در این راستا توجه بکنه. گذشته از چالش‌هایی که شما صحبت بکنین، یک تعداد کپ و مدال هم در اینجا دیدم میشه، میشه که در مورد از هم صحبت بکنین، چون تمام از اینام دستاورد است برای فوتبال افغانستان. بله، اونم کپای کپی جنوب آسیا است و کپی فایر پلی است که از فیفا گرفتیم. این کپی است که اخیرا از تایلند که اف سی افغانستان به عنوان خوبترین فدراسیون جاه‌طلب معرفی کرد، و او کپ است که بچه های 15 سال ما از تاجکستان از زون مرکز آوردن، و او کپ دیگه که بچه های 16 سال از سوبرتو کپ هند آوردن. یعنی کلش کپ های قهرمانی است، کپ های است که اینا دستاورده کلانی است که بر مردم افغانستان است، به فوتبال افغانستان هم نی، بر مردمی که ضرورت داره که به عنوان یک مردم یک تا کپ بگیره به عنوان اول. ما در بسیار چیزا اول هستیم، مگر آوردن این رقم کپ اولی را که برعکس مواد مخدر، فساد اداری، ما چون میوی که اول هستیم، ای اول شدن متفاوت است با او اول شدن. بدون شک. خیلی تشکر از اینکه وقت گذاشتن آقای کریم، و در نهایت هم فوتبال نماد یا ورزش در کل نماد صلح یک کشور هست و صدای صلح و آزادی یک مملکت را در دیگر کشور و بیرق صلح را و بیرق آزادی یک مملکت در دیگر کشور را بلند میکنن. امیدوار هستیم که مشکلات فوتبال افغانستان هم حل شود و حکومت هم در این توجه جدی بکنه. از امروز شما هم سپاسگزاریم. برنامه رو خیلی شب بر همه شما خوش.